نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 11 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم مراجعه زن به مرد و مرد به زن در امور پزشکی فرمودند، در روایات آمده که در جایی که پزشکی که به او مراجعه می شود ارفق یعنی بهتر است و این بهتر بودن یا از نظر تخصص و حاذق تر بودن است و یا از نظر عمل کرد و از یا از نظر عمل کرده است، این مراجعه کردن اشکال ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند، اما در جایی که پزشک زن در همان حد و اندازه وجود داشته باشد و در عین حال زن به پزشک مرد مراجعه می نماید، در چنین شرایطی مراجعه به پزشک مرد جایز نیست. ایشان با اشاره به برخی از روایات فرمودند، روایات متعدد که تواتر اجمالی دارد اما شاید اکثر آنها از نظر سند معتبر نباشد وجود دارد که در جنگ های دفاعی که پیامبر اکرم حضور پیدا می کردند، همراه آن حضرت برای پانسمان زخم ها زنهایی حضور داشتند که فقها چنین استنباط کردند که دلیل استفاده از زنها این بوده که چون زنان به علت رقیق بودن قلب در چنین اموری از انجام کارهای خشن خودداری می کنند، لذا در این امور از آنان استفاده می شده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. مخلاقه برای مردا تو جنگ، این مرد رونش، نمیدونم کمرش، شکمش پاره شده، کم و زیاد شده، پانسمان میکنه، آقای زن میبرد پانسمان میکنه، اینو پیغمبر بردن. وقت یقینیه که پیغمبر بردن، یعنی اینجور نیست که احتمال بدیم تمام این روایات درست نباشه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله حتی در یه مورد نبرده باشن، یقینیه، تواتر اجمالی داره. وقت اینا ادله اینه، وقت باید اون زن که مراجعه به مرد میکنه، مرد بهتر باشه از پزشک زن، یا از نظر علمی بهتر باشه یا از نظر عمل بهتر باشه، عمل کرد. و هاکذا اگه مرد به زن مراجعه میکنه، بله بله ها، ببینید چون تمام اینا شخصیه، وقت ملاک خود شخصه، صاحب عروت و عروه داره، غالبا هم پاقاشش اصلا حاشیه نباشه. فرمودن اگه کسی مریض بود ماه رمضان، نمیدونه روزه وسش بده یا خوب، رفت پیش پزشک، پزشک گفت روزه وسش بده، اما خود مریض فکر میکنه اینجا پزشک اشتباه کرده، عروه گفته باید روزه بگیره، این ملاک خودشه. یا رفت پیش پزشک، پزشک بهش گفت روزه برات خوبه، عیبی نداره، ضرر نداره، خودش احتمال ضرر میده، اینجا نه روزه نمیگیره، چون ملاک در تشخیص هر کسی خودشه.